همراه میشیم با امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران. سلام، وقتتون بخیر. آقای فراغت، چرا در خصوص حفظ و نگهداری آثار ملی و میراث تاریخی این سهل انگاری ها در ایران صورت میگیرد؟ ریشه این قصورها چیست؟ از مسئولان یه سوال میپرسم، چرا باید مسئولان نگران چیزی باشن که در گذشته دو تا تاریخ پرفراز و فرود ایرانیت و اسلام مسئولان جمهوری اسلامی هنوز نمیدونن که شبکه‌های اجتماعی به داد ملت رسیده و مردم به گذشته خودشون اشراف و آگاهی پیدا کردن. بر همین اساسه که آثار باستانی ما چه در دوره ایران و چه در دوره اسلام رو نادیده میگیرن. دوست دارن و اونطوری که از در ابتدای سوالتون پرسیدم، ریشه تمام این قصورها بله. جناب فراغت، آیا حتی به عنوان یک بنایی که ثبت آثار ملی شده هم نباید این حریم رعایت میشد؟ از صداتون رو ندارم، ولی همینطوری سوال دوم رو پاسخ میدم. ملت ها و کشورهایی که تاریخ قابل مطالعه و پرفراز و نشیب دارند، تاریخ پیدایش آمریکا رو نگاه کنید، تاریخ پیدایش ایران رو ما باید نگاه کنید. موضوعی مثل مسجد تاریخانه ثبت ملی شده، اما به خاطر یه ساختمون خیلی احساس به آدمی خیلی احساس ناراحت کننده میده که چرا مسئولان جمهوری اسلامی چنین درکی رو ندارن از واقعیت های تاریخی که تمام دنیا به تاریخشون افتخار میکنن، الا مایی که به تاریخ از تاریخ گذشتمون فراری هستیم. بله، تبدیل حکم تخریب ساختمان در حریم مسجد تاریخانه به جریمه، نشان پول محوری به جای قانون محوری در این زمینه ها نیست؟ امروز ما به دلیل اشتباهی که تو سیاست‌های داخلی و خارجی داریم، تمام شهرهای مختلف موضوع تبدیل به درآمدزایی شده. متاسفانه در کنار یک آثار ملی و جهانی، اون چهار طبقه ساخته که از اونم میخوان درآمدزایی کنن و واقعا این احساس خندهداری به جامعه همه ملت ایران هم از نسبت به این موضوعات و بی‌تفاوتی هایی که مسئولان نسبت به آثار باستانی ما دارن و آثار اسلامی ما ناراحت. ممنونم از شما، امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران.